درود و خوش اومدید به برنامه امروز ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. در برنامه امروز نگاهی داریم به بالا گرفتن نگرانی ها از وضعیت سلامت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، امضای مصوبه تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ و جنجال ها بر سر پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ که از سوی کشورهای غربی در تعارض با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده شد. این موضوعات را بررسی میکنیم با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار، که اینجا در استودیو با من و شما هستند. شما هم با ما همراه شوید. درود بر شما آقای رمضان‌پور. هفته گذشته و هفته پیشتر از اون نگرانی ها از وضعیت سلامت آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد بالا گرفته. خبرهای منتشر شد، آقای کروبی تحت عمل جراحی آنژیوگرافی قلب قرار گرفت، آقای میرحسین موسوی دخترانشون با روزنامه جمهوری اسلامی مصاحبه کردند و گفتن که پدر و مادرشون به شدت مریض هستن، از نوسان فشار خون و سرگیجه رنج میبرن. این نگرانی ها باعث شد که حتی برخی از نماینده های مجلس هم صحبت هایی در این خصوص بکنند. مثلا آقای احمد مازنی صحبت کرده بود که این مسئله رفع حصر در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیره. خب آقای روحانی در مراسم تنفیذ خودشون صحبتی که کردن گفتن که صدای مردم باید شنیده بشه. مردم با صدای بلند توی کمپین‌های انتخاباتی در زمان تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی شعار دادن که پیام ما روشن، حصر باید بشکنه، و این شعار به کرات در زمان‌های مختلف تکرار شد. خود آقای روحانی که میگن باید صدای مردم شنیده بشه، این آیا این پیام رو میشنون؟ خب آقای روحانی میشنوه که این حرف رو میزنه و روشنه که مایلم هست که حداقل به عنوان یک سیاستمداری که میخواد رای دهندگان به خودش رو راضی بکنه همه تلاشش رو بکنه تا آقای موسوی و کروبی از اونجا بیان بیرون، در این تردیدی نیست. ولی من فکر میکنم مسئله برمیگرده به یک ترسی که در درون آقای خامنه‌ای وجود داره، و اون ترس هم این هست که همچنان تقریبا مطمئنه که نمیتونه آقای موسوی و آقای کروبی رو در بیرون از زندان دوباره کنترل بکنه. و از اون طرف اگر آقای موسوی و کروبی رو بیاره بیرون و دوباره در واقع آقای موسوی و کروبی همون حرفای قبلی رو بزنن، میدونه که دوباره برگردوندنشون دوباره به حصر و زندان در واقع بسیار دشوار خواهد بود. یعنی هزینه رو یک بار الان پرداخته، نمیخواد این هزینه رو دو بار بپردازه. بنابراین من فکر میکنم اگر از دید آقای خامنه‌ای که عامل اصلی این حصره، یعنی الان روشن شده که هم تصمیم گیرنده اصلی آقای خامنه‌ای بوده و هم کسی که حمایت کرده تا الان که اینها باشن آقای خامنه‌ای بوده، اگر از دید اون نگاه بکنیم، شاید اون به اصطلاح همونطور که با مرگ هاشمی رفسنجانی کنار اومد، با مرگ آقای موسوی و آقای کروبی احتمالاً براش راحت تره که کنار بیاد تا اینکه آقای موسوی و کروبی بیان بیرون و دوباره حرفی بزنن. بنابراین من فکر میکنم اصلا مسئله این گفتگوهای سیاسی بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای نیست. مسئله برمیگرده به یک نوع توهم و پارانویایی که در آقای خامنه‌ای وجود داره، اونم به طور شخصی در مورد آقای موسوی و آقای کروبی، و خب خانم رهنورد هم شامل این در واقع مسئله شخصی شدن، و کاملا آقای خامنه‌ای به نظر میاد خودشو آماده کرده حتی برای روزهای سخت‌تر برای آقای موسوی و کروبی، وگرنه آقای خامنه‌ای خودش به عنوان یک آدمی در این سن و سال میدونه که در همین سن و سال همین مراقبتایی که الان از ایشون در خونه خودش میشه، اگر دو روز نباشه و ایشونو بذارن تو حصر، اون وقت میبینیم آقای خامنه‌ای به چه وضعیتی روبرو خواهد شد. بنابراین اینکه شما آقای موسوی و کروبی رو از پزشک معالج اونها محروم بکنین،
میان میگن که آقای هاشمی وزیر بهداشت رفته ملاقات کرده. خب مگه همه مشکلات آقای موسوی و کروبی کلیدش دست آقای هاشمیه که اون ملاقات بکنه؟ مگه همه مراقبت های بهداشتی اینجوریه که شما یه روز کسی رو ببرید بیمارستان رو برگردونید اونم کسانی در این سن و سال؟ روشنه که از دید آقای خامنه ای و اون اطلاعات سپاه که الان کنترل اونجا رو در دست داره، مسئله اصلی سلامتی آقای کروبی و موسوی نیست. به همین دلیل هم خانوادش نگران هستند، به همین دلیل هم حالا نمایندگان مجلس حرف میزنن، آقای مطهری حرف میزنه، ولی من چندان اینها رو مؤثر نمیبینم، مگر اینکه یک اتفاقی ما باش رو برو بشیم که آقای خامنه ای در واقع بر این پارانویایی که در ذهنش هست و این کینه شخصی که با آقای موسوی و کروبی داره غلبه بکنه. اینجا چند موضوع مطرح هست. اگر که آقای خامنه ای نمیخواد خودش رو در شرایطی ببینه که اینها دوباره آزاد چند صحبتهایی بکنن و تو جامعه ممکنه بازتابهایی داشته باشه، چرا نمیاد یک دادگاه علنی رو برای اینا تشکیل بده و اینا رو علنن محاکمه کنه و اگر جرمی مرتکب شدن، اونا خودشون بارها گفتن که بیاین برای ما دادگاه تشکیل بدیم و ما حاضریم دفاع کنیم. حتی آقای مازنی صحبت کرده بود، گفته بود که چرا بابت اتفاقاتی که در کهریزک افتاد نمیان از آقای کروبی عذرخواهی کنن. آقای خامنه‌ای خودشون گفتن که اینا ما ازشون خواستیم عذرخواهی کنن ولی اینا حاضر نشدن عذرخواهی کنن. این یه بحث است. بحث دیگه وقتی که آقای در توان آقای روحانی آزادی اینها نیست، چرا پس شعارش رو میدن و چرا وقتی که مردم شعار میدن نمیان به صورت شفاف علنی به مردم بگن که این در اختیار من نیست و من راجع به این مسئله نمیتونم کمکی کنم، نه اینکه بیان رأی رو بگیرن و بعد این مطالبه رو بدون پاسخ بذارن؟ خب دو تا نکته. اول مسئله دادگاه، مشکلش اینه که اینا نمیتونن دادگاه برگزار بکنن و دادگاه محرمانه باشه، مجبورن دادگاه علنی برگزار بکنن و دادگاه علنی دقیقا همون چیزی که آقای خامنه ای ازش میترسه، یعنی از اینکه موسوی و کروبی که جیک و پیک این نظام را از ابتدا تا الان میدونن قرار بگیرن در برابر دادگاهی که مجبور باشن اونجا هم از خودشون دفاع بکنن، هم اون رفتار زمان انتخابات 88 و قبل و بعدش رو نقد بکنن. این همون چیزی که آقای خامنه ازش میترسه. بنابراین این پیشنهاد دادگاه، چون کسانی که برای آزادی آقای موسوی و کروبی رو مطرح میکنن و چه قوه قضاییه که میگن که ما اگه اینا بیان دادگاه حکمشون بده، هر دو ازش میترسن. بنابراین مسئله دادگاه تقریبا میشه گفت که احتمال بسیار کمی داره، در سیاست چی منتفی نیست ولی احتمال بسیار کمی داره که برگزار بشه. در مورد اینکه آقای روحانی این رو در واقع چرا صراحتا نمیگه، برای اینکه ما هم داریم از روی احتمالات صحبت میکنیم. بنابراین وقتی که شما یک خواسته ای رو دادید، خودتون از پیش بپذیرید که این خواسته تحقق نشدنی، اون وقت فشار روی آقای خامنه ای نیست برای اینکه تصمیم بگیره راجع به این مسئله. به نظر من عقلانه اینه که حتی اگر احتمال کم رو هم میدین، شما باید این خواسته در واقع آزادی آقای موسوی و کروبی رو به عنوان یک خواسته هم در مردم در واقع ما باید به رسمیت بشناسیم که یه چیزی که وجود داره و همین که آقای روحانی نمیتونه که اون رو انکار بکنه و بگه که من به دنبال این نیستم یا نخواهم بود یا اینکه شما به اصطلاح اصلا از فکرش بیاد بیرون. برای اینکه ممکنه، هیچ چیزی بعید نیست، به هر حال ممکنه ایشون بتونه از طریق آقای خامنه‌ای رو راضی بکنه که چنین اتفاقی بیفته. بنابراین من 100% منتفی نمی‌بینم و به نظر من عقلانه هم این هست که آقای روحانی هم مسئله رو منتفی نکنه و همچنان به اوناری که مسئله زنده نگه داره. به نظر شما اگر اتفاقی در هست برای این رهبران بیفته، چه پیامدهایی برای نظام داره؟ البته خیلی کوتاه تا به مسئله دیگه هم بپردازیم. اول که خب آرزو میکنیم و امیدواریم که چنین اتفاقی نیفته، ولی اگر چنین اتفاقی بیفته، از دید همه مردم مسئولیتون با آقای خامنه ایه. یعنی همین وضعیتی که الان اونا دارن به عهده آقای خامنه ایه و هر جا هم منجر بشه مسئولیتش با آقای خامنه ایه.
دیروز مراسم تحلیف انجام شد. هیئت‌هایی از کشورهای خارجی اومدن به تهران و در این مراسم شرکت کردند. پیش از اون سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی خواسته بود از این هیئت‌های، به خصوص هیئت کشورهای اروپایی و فدریکو موگرینی، که در رابطه با مسائل حقوق بشر از جمله آزادی رهبران در حصر و زندانیان سیاسی با مقامات ایران گفتگو کنه. چقدر به نظر شما آقای روحانی این باب این گفتگو رو باز می‌کنن؟ به نظر من همیشه اینجور گفتگوها اثر خودش رو داره. ببینید مثلا شما همین یه مثال از تقریبا بیش از یک ماه بود که عربستان به یه از دیپلمات‌های ایران که میخواستن برن عربستان ویزا نمیداد. هم مرتب با هم دیگه اینا میگفتن عربستان ویزا نمیده، عربستان یه بهانه میآورد. پیروز آقای ظریف و آقای عادلت جبیر همدیگر در یه دیدار یک دست با هم دیگه دادن، بعد پیروز اعلام کردن که، یعنی یه روز بعدش اعلام کردن که ویزای این 10 دیپلمات ایران که میخواستن برن صادر شد. بنابراین نمیتونه آدم بپذیره که موضوعی که نزدیک به 40 روز بود همجور مونده بود و درست بعد از دست دادن آقای ظریف و آقای عادلت جبیر حل شد، بپذیریم که اینا به هم دیگه به ارتباط نداره. بنابراین میشه گفت که دیدارهای دیپلماتیک همیشه اثر خواهد داشت و خانم موگرینی هم به هر حال به این دلیل که جزء کسانیه که به نسبت دیگران در ایران ازش نسبت بهش پذیرش بیشتری هست، حتی در بین اصولگراها. بنابراین من فکر میکنم که اینکه اتحادیه اروپا اولا مسئله فشار خودش بر روی مسئله حقوق بشر رو حفظ بکنه نشان دهنده به اصطلاح هویت سمبولیکیه که اروپا برای خودش قائله، بنابراین باید این کار رو بکنه، و هم از این جهت بر ایران اثر خواهد گذاشت. اثر فوری و قطعی نمیذاره، ولی اثر تدریجی و جزئی به نظر من داره. امیدواریم که در دولت جدید واقعا شرایط رفع حصر فراهم بشه. اجازه بدیم بپردازیم به موضوع بعدی، بحث اینی که مصوبه کنگره توسط آقای ترامپ امضا شد، حالا دیگه قانونی شده و یک سری تحریم‌های جدید بر ایران، برای ایران، علیه ایران تصویب شده. مقامات ایرانی موضع‌گیری کردن راجع به این مسئله، اون رو نقض روح برجام دونستن و گفتن که ما دست به اقدام متقابل می‌زنیم. لحن مقامات تندتر شده. تفسیرتون از این ماجرا چیه؟ خب روشنه که آقای ترامپ اون مسیری رو که داشت میرفت در مورد نقض برجام اگر نمیتونه ادامه بده، ولی مسیر افزایش فشار بر ایران رو میتونه ادامه بده و این نمونه اون هست که خب دنبال هم خواهد کرد. ولی اون چیزی که در درون هیئت حاکمه ما امریکا ما میبینیم مسیری نیست که مسیر به در واقع کاملا همسو با خواسته آقای ترامپ باشه. در همین چند روز اخیر، یعنی در گذشته، هفته گذشته، ما در کابینه، در کاخ سفید با تغییرات روبرو بودیم که این تغییرات بیشتر به نفع تیلرسونه تا به نفع ترامپ. بنابراین معلوم نیست که از نظر مسیر کلی سیاست خارجی تمایل به نقض برجام در آمریکا افزایش بده بکنه. از طرف دیگه ترامپ همین آخرین پرونده‌ای که ازش رو شده اینه که به تیس، در واقع رئیس جمهور مکزیک، گفته که شما اگه میخواین پول این دیوار رو هم ندین، ندین، ولی بیرون نگین، برای اینکه برای من بد میشه اگه بیرون بگید و اینا. شما پول رو ندین، ولی خب نگین ما نمیدیم. خب وقتی که این در واشنگتن پست منتشر شده بر اساس گزارشی که نوشته شده از مذاکره در واقع تلفنی این دوتا، خب این معنیش اینه که در این حد نسبت به حرفای ترامپ در درون آمریکا بی‌اعتمادی وجود داره. شما نگاه کنید همین چند روز پیش در واقع اون دادستانی که پیگیری میکرد مسئله تأثیر روسیه رو در انتخابات امریکا، یه هیئت منصفه تشکیل داده و پسر و داماد و در واقع دو نفر دیگه از نزدیکان ستاد آقای ترامپ رو احضار کرده. یعنی پرونده کار کردن با روسیهش هنوز اونجا بازه و حتی در درون اینقدر به اصطلاح اسرار مگو در درونش هست که هی مرتب اون آدمو در روز سخنگوش رو در روزه عوض میکنه. خب وقتی ترامپ در یک همچین موقعیتی از نظر اداری قرار داده، بنابراین نمیشه گفت که واقعا این حرفا، این که در مورد فشار به ایران دارن میزنن،
چقدر قابل اجرا هست با توجه به سیاستی که تیلرسون داره، ولی در کل اون چیزی که موقعیت سیاست منطقه به ما میگه، به ما میگه که این تهدیدات رو باید جدی گرفت، به این دلیل که همیشه یک راه برون رفت ترامپ از این مشکلات این بوده که حملهش متوجه یک در واقع دشمن خارجی بکنه که توصیف میکنه. نمونهش اون حمله در واقع بمب عظیمی که توی افغانستان انداخت که برای اولین بار صورت گرفت، اون حمله به اصطلاح موشکی که از روی ناوهاش در مدیترانه در سوریه صورت گرفت برای اولین بار بود. بنابراین از نظر منطق سیاست وقتی نگاه میکنیم باید جدی گرفت، ولو اینکه ترامپ الان در موقعیت خیلی مناسبی برای اینجور رجزخونی ها نیست. به آقای تیلرسون اشاره کردید و گفتید که وزنه برحال به نفع آرای آقای تیلرسون هست. آقای تیلرسون هفته گذشته اعلام کرد که در مورد برجام و یک سری مسائل در حوزه سیاست خارجی با رئیس جمهور ترامپ اختلاف نظر داره. آقای ترامپ نشون داده تا الان که هر کسی باش اختلاف نظر داشته باشه خیلی راحت برکنارش میکنه. اگر این اتفاق بیفته و آقای تیلرسون به عنوان کسی که به هر حال مدافع برجام هست برکنار بشه، چه تأثیری بر برجام خواهد گذاشت؟ خب آقای تیلرسون به این دلیل این مخالفتاشو در رسمن گفته و به صراحت که در هفته‌های گذشته مسئله اختلاف بین تیلرسون و ترامپ در حدی مطرح شده بود که این شایعه که تیلرسون میخواد کناری گیری بکنه هم مطرح بود، ولی این مسئله دو تا در واقع عامل باعث شد که این اتفاق نیفته. یکی این که حزب جمهوری خواه به شدت از تیلرسون حمایت میکنه و اون فشار اصلی رو داره میاره به ترامپ در مورد اینکه به اصطلاح تیلرسون رو از دست نده به عنوان یک مهره‌ای که میتونه کابینش رو تقویت بکنه، و دوم اینکه الان خود ترامپ هم نمیتونه در واقع یک تکیه‌گاهی رو که از نظر سیاسی به هر حال داره براش کار میکنه اون رو بذاره کنار، بدونی در حالی که میدونیم توی در واقع پیدا کردن کسی به عنوان وزیر خارجه به اون آسودنی نیست که دوباره بتونه، حتی یک سخنگو برای کاخ سفید هم نمیتونه پیدا بکنه مناسب. بنابراین انتخابی وزیر خارجه هم بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم به جای اینکه تیلرسون کنارگیری تیلرسون رو باید انتظار داشته باشیم، در عمل باید بیشتر هماهنگی بیشتر ترامپ با تیلرسون رو منتظرش باشیم. واکنش هایی که نسبت به این مصوبه کنگره و امضاش و قانونی شدنش توسط آقای ترامپ انجام گرفت در ایران کم نبود. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند که آمریکا میخواد با هزینه ایران از برجام خارج بشه و ما این موقعیت رو در اختیار آمریکا قرار نمیدیم، که شاید بشه اینجوری تفسیرش کرد که ایران تحت هیچ شرایطی قرار نیست برجام رو ترک کنه. و آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که ایشون اظهار نظر کردن، گفتن که ایران از آمریکا به کمیته نظارت بر برجام شکایت کرده. به نظر شما آیا این گونه اظهار نظرها، واکنش‌ها و این شکایت‌ها میتونه منجر به تغییر رفتار یا رویکرد آمریکا نسبت به برجام بشه؟ من البته این اظهار نظرهای در داخل ایران رو بیشتر متوجه فضای داخلی میدونم، به این معنا که آقای شمخانی، آقای لاریجانی و دیگر کسانی که طرفدار برجام در ایران هستند میخوان این تفکر رو جا بندازن که خواست نقض برجام خواست امریکاست. بر این اساس میخوان پاسخ بدن به تمام کسانی که در درون ایران دارن میگن که ما باید، چون همین هفته گذشته در واقع باز دوباره مطرح کردن همین در واقع سایت های تند رو، که راه مقابله با آمریکا اینه که ما بیایم نشون بدیم که ما میتونیم به پروژه اتمی برگردیم، که معناش به طور ضمنی این هست که از بعضی از تعهداتی که در برجام کردیم در واقع صرف نظر بکنیم. بنابراین من فکر میکنم آقای لاریجانی و آقای شمخانی بیشتر دارن به اون تندروها در ایران پاسخ میدن که معتقدن که برای در واقع مقابله کردن با آمریکا ما باید نشون بدیم که میتونیم برگردیم به برنامه اتمی قبلیمون. آقای شمخانی و آقای لاریجانی در واقع میخوام بگن که این همون مسیریه که امریکا میخواد که ما برگردیم به برنامه اتمی، و به این دلیل مسئله شکایت در خارج از کشور رو دارن مطرح میکنن، که البته فقط آقای لاریجانی مطرح نکرده، دیدم آقای باوند یکی از استادان به اصطلاح روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران هم اون هم همین پیشنهاد رو مطرح کرده. هدفشون این هست که میگن که ما به جای اینکه با ترامپ و مخالفان برجام، منتقدان برجام در امریکا بیام
بر اساس سیاست مقابله به مصر عمل بکنیم، بحث رو ببریم توی یک زمین دعوای حقوقی که یعنی این اصل اون استدلالی هست که آقای باوند مطرح کرده، اختلاف رو به جای اینکه ببریم روی تقابل‌های سیاسی، ببریم روی میز حقوقدان‌ها برای اینکه راجبش گفتگو بکنیم که هم در واقع یک واکنش دیپلماتیک تلقی بشه در برابر آمریکا و هم اینکه برجام رو در واقع مورد خطر قرار نده. حالا جالب اینجاست با تمام مجادله هایی که در هر دو کشور هم در ایران هم در آمریکا میان تندروهای درون حاکمیت مطرح هست، هر دو کشور و حتی اتحادیه اروپا هم تایید کردند که دو طرف برجام به این تعهد پایبند بودند و این واقعا تایید پایبندی به برجام یه نکته خیلی جالبی هست، ولی ظاهرا جنگ لفظی همچنان ادامه داره. اجازه بدین از این موضوع عبور کنیم، بپردازیم به اون پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ که باز اون هم خبرساز بود هفته گذشته. اتحادیه اروپا، کشورهای چهار کشور اروپایی نسبت به این موضوع، به سه کشور اروپایی به اضافه آمریکا نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن که از آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستن که یک گزارش کاملی تهیه کنه در اختیار شورای امنیت قرار بده و قرار هست که این موضوع در دستور کار شورای امنیت در جلسه بعدی قرار بگیره. به نظر شما آیا ممکنه که یک قطعنامه علیه ایران دو مرتبه صادر بشه؟ احتمال صدور قطعنامه علیه ایران زیاد نیست. دلیل اولش اینه که چین و روسیه با چنین قطعنامه‌ای مخالفن، به این دلیل که در واقع شرکای برنامه موشکی ایران هستند، نه فقط از نظر سیاسی حمایت میکنن بلکه در عمل هم برنامه موشکی ایران بدون همکاری علمی، حداقل اون چیزی که رسما گفته میشه، با چین و روسیه امکان پذیر نمیشد تا همین الانش که پیش رفته. نکته دومش این هست که هنوز بسیاری در مورد اینکه این آزمایش موشکی ایران در واقع نقض برجام باشه اختلاف نظر دارن، همونطور که خود آقای خامنه‌ای هم توی اون صحبتاش در مراسم تنفیذ اشاره کرد به اینکه یک کار عادی رو که همه جای دنیا انجام میدن شما اگر انجام بدیم. خب این حرف از این نظر درسته که بسیار از کشورها همین آزمایش رو انجام میدن و کسی اونا رو متهم نمی کنه، بنابراین خود نفس اون برنامه رو نمیشه به عنوان یک برنامه نظامی یا که برنامه اتمی دونست. بله، این که میتونه کارهای نظامی داشته باشه در یک شرایطی، اون یه چیزی که راجع به بسیاری از فعالیت‌های دیگه هم میشه گفت. بنابراین نکته دوم اینه که غیر از مخالفت روسیه و چین اتفاق نظر جهانی هم وجود نداره در اینکه برنامه موشکی ایران مغایر با قطعنامه هست. و از دلیل سومی که من دارم اینه که درسته که به اصطلاح نمایندگان بریتانیا و آلمان و فرانسه در شورای امنیت زیر فشار امریکا ما در واقع مخالفت کردن با این برنامه ایران، ولی ما ندیدیم هیچ تا الان هیچ کدوم از این مقامات این سه کشور مستقیما خودشون بیان و در مورد این برنامه موشکی ایران صحبت بکنن و همین تهدید رو بیان بکنن. بنابراین این احتمال هم مطرحه که اونها در واقع یک پاسخ دیپلماتیک مثبت داده باشن به خواست امریکا، نه اینکه بخوان این مسئله رو به طور گسترده‌تر دنبال بکنن. البته اونا استدلال کردن که این موشک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داره، ولی خب این موشک یک موشکی هستش که ماهواره بر هست و یک کاربرد دیگه‌ای داره. این که این موشک بتونه کلاهک هسته‌ای حمل کنه خودش احتیاج به یک بررسی تخصصی و جامع داره که گزارش در موردش تهیه بشه و در اختیار حالا به هر حال کسانی یا مجامع جهانی قرار بگیره. ممنونم از شما برای شرکتتون در برنامه. از شما بینندگان گرامی هم سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با شبکه تلگرام و فیسبوک این برنامه در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا هفته آینده و برنامه دیگر، از طرف خودم و آقای رمضان پور با شما خداحافظی میکنم. شب و روز شما خوش. ممنون.